درود بر همه شما عزیزان. با آقای توفیقی در خدمتون هستیم و متاسفانه در این یکی دو سه ماه آینده که زمان تعطیلات تابستونی و فشارهای زیادی هم روی تلویزیون ها هست، ما هم استثنایی نداریم، ولی خودمون رو داریم آماده میکنیم برای در پایان تابستون بتونیم برنامه های بهتری و جدیدی رو ارائه کنیم و باز هم دنبال یک راه جدید میگردیم و برای اینکه بتونیم واقعا بازی کار نوعی رو بکنیم برای شما. در هر حال بذارید فقط کوتاه براتون بگم، انای تیوی بگذارید من اونقدر بگم و همه شما باید این رو از طرف انای تیوی بگید. انای تیوی وابسته به هیچ گروه سیاسی نیست، به هیچ حزبی وابستگی نداره، یک مدیای آزاده و تمام شعارها و کارهاش برای آزادی و دموکراسیه. بنابراین آنچه که دقت کنید، آنچه که واقعیت هست و مردم باید بدونن، ما سعی میکنیم اینو روشن کنیم و باز کنیم تا اونجایی که خودمون امکانات داریم و اطلاعات صحیح داریم روی اون تایید میکنیم که اینطور هست. از اونجایی که خودمون نمیدونیم ولی از اطلاعات دیگه‌ای که در جامعه هست صحبت میکنیم، روش بحث میکنیم، مثل هر انسانی کمک میکنیم و بررسی میکنیم که چگونه میشود به چه چیزهایی واقعیت خواهد داشت یا نخواهد داشت یا چه خواهد شد. در اینجا مخصوصا از دخترها و پسرها، زن و مرد جوانی که آینده رو دارن، دلیلش هم خیلی واضحه. تا ما هستیم، تا افرادی مثل من هستن و همسنای من هستن، میتونیم ما تجربیات واقع گرانانه رو به این جوانا بدیم. برای اینکه همه ما وظیفمون اینه که نچسبیم یه چیزی که چون ما هستیم و ما بهتر میدونیم به جوانامون چیزی ندیم. نگاه کنید، جوانها قدرتی دارن که میتونن هر نوع فعالیت رو با افکار جدیدشون بکنن. لزومی نداره ما بهشون بگیم چه کار بکنی چه کار نکنی، ولی اونها هم در این وسط گیج شدن. مگر اینطور نیست فریدون؟ بله بله، واقعا همه واقعا گیج شدن. به هر طرف نگاه میکنن. ببین، بزرگترین فاجعه که الان اتفاق افتاده، من دارم نگاه میکنم در این چند یکی دو سه هفته که من زیاد نمیتونستم تلویزیون میام جلو دور میام که ساعت داشتم تو خونه نشستم فکر میکنم که چه چیزایی شد چه چیزایی نشد، چرا این اتفاق افتاد. ما یه زمانی که اصلا ساتلایت وجود نداشت و کیبل بودیم، جوونا رو تونستیم با هزار بدبختی بیاریم، مسائل خانوادگی رو، دختر پسرایی که از خونه فرار میکردن، اعتیادایی که بود، دعوایی که بین مادر پدر بود، همه اینا رو ما تونستیم بیاریم تو جامعه بودن. چی شد که الان که تلویزیونایی که این قدرت دارن دیگه نمیتونن میشن؟ دلیلش چند چیزه. شاید ما راه اشتباهی میریم، شاید ما اصلا در جلوی دوربین سالهاست افرادی رو میذاریم که اینها میتونن راه رو باشن، ولی هیچ کدوم از ما نیومدیم برای آینده. در ایرانمون هم همین بود. ما نه برای سیاسی اومدیم کلاس‌های سیاسی بذاریم، مدرسه‌مون رو بکنیم سیاسی، بذاریم راجع به سیاست، اونایی که میخوان سیاست مدار بشن از کوچیکی بهشون امکانات بدیم یاد بگیرن، بعد برن کشور رو اداره کنن. و به این بدبختی رسیدیم که هر کی برای خودش یه کاری کرد و اینجا رسید. من فکر میکنم داشتن یک تلویزیون در این موقعیت خاص تقریبا بقیه من آینده رو من اینطور میبینم. یادداشت کنید و تمام دوستان و همکاران من در هر نوع تفکری که در تلویزیون دارن دقت کنن. این چیزی نیست که من بخوام قایم کنم، ولی معمولا آدم وقتی یه چیزی رو داره به عنوان انسان فکر میکنیم برای همیشه هست. ولی شما نگاه کنید، یه زمانی بود، بذارید من همش اینطوری که میخوام، یه زمانی بود که مگه شما اگر یه باقی باغچه مزرعه داشتید من. کودش از کجا میابید؟ گاوا و گودگافستان اینا. و بعد اگر یک دفعه حشره یک مرضی میامد گندم ها رو از بین میبرد، اگر افراد تکی میخواستن کاری بکنن که بدبخت بودن، زندگیشون میرن. بنابراین دولت ها اومدن، سازمان ها اومدن، در کشورهای درست حسابی اومدن و برای هر مسئله کمک کردن به مردم که بتونن بهتر کار کنن. مدیا یعنی یک کلاس درس، یک مسئله که میتونه همه چی توش باشه. شما مدرسه که میرید، اگه بنا باشه صبح تا شب چی بهتون میگم ریاضیات فقط بخونید، بیرون که میاد تو جامعه نمیتونید زندگی کنید. اگر بخواید مثلا خانم ها برن فقط آشپزی یاد بگیرن، خب فردا فقط آشپزیشون خوب میشه، ولی بقیه زندگیشون چیه؟ بنابراین یک مدرسه، یک تلویزیون بقیه من باید همه چی توش باشه. برای اینکه تلویزیون باید وادار کنه مردم رو که ببینن، لذتشون رو ببرن، عشقشون رو بکنن،
خوششون بیاد از هر چی که میبینن، موزیک داشته باشه، شو داشته باشه، همش یه چیزایی هست که ما پولش نداریم. و هر چی هم میگیم آقایون، دلیل اینکه هیچ تلویزیونی نمیتونه برنامه خوب اجرا کنه، دلیلش بیشعوری و ندانستن کار نیست. ولی نگاه کنید، اگه تلویزیونی میاد، دو تا جوان میان، حالا بودجه دار، بله خلاصه باید از اینجا بودجه گرفت، همش ما چه مرضی داریم تا اینکه بودجه میگیره فوری به بدترین جا بندش میکنیم. اومده من و تو یه برنامه دو تا جوان گذاشتن، ولی اینا چون افکار جوانانه داشتن، عاقلانه عمل کردن، و چون اسمشون به دلایلی، تو حتی پدرشون که مثل من و دیگر مبارز سیاسی و تلویزیون سیاسی داشت، اونو گذاشتن کنار، دیدن گفتن کار پدر من که رفته به شکست خورده. حالا اینا اومدن، اول اومدن فقط انترتینمنت گذاشتن، ببین چقدر عاقلانه کار کردن، همه هی دارن بعد الکی هر کسی، من دیدم گاهی وقت من عصبانی میشم، این از جمهوری اسلامی، گفتم آخه شما مغزتون کار نمیکنه، آخه من تو چطور از جمهوری اسلامی کار میکنه، بعد میاد بهترین داکومنتری برای شاهان و پهلوی درست میکنه، آقا چرا چرا اصلا چه مرضی شما دارید، همین که به هر کسی بدون منطق داری توهین میکنید و وابستگی نشون میدید. منظورم اینه، ببینید که من و تو، یه جوان اومد، دو تا جوان اومدن و تا حتی کار پدرشون رو گفتن آقا پدر جون تو این کاری که تا حالا کردی الان بذار ما جوانا بکن، الان هم موفق شدن، حالا اونش پشت پرده کجا رفتن، اصلا به شما چه از کجا پول گرفتن، اگه کاری که میکنن پول گرفتن به نفع ملت ایران و آزادی هست، نگاه کنید و حمایتش کنید. ولی اگر دیدید اشتباه رفت هر تلویزیونی، نیستید خاطر خوش بشید همینطوری بمونید، شما موجب شدی که ما تلویزیون و برنامه هم خراب بشه. واقعیت رو میگم، شما مردم، شمایید که باید وادار کنید تلویزیون ها کارشون رو بهتر کنن، برنامه هاشون رو بهتر کنن. و متاسفانه روز به روز وضع تلویزیون ها بدتر میشه و بعدم هر چی هم صحبت میکنیم میبینیم فرقی نداره، همون تفکر به همون جا خواهد بود، چون مسئله مهم اولا اطمینان به هم دیگه ندارن، برای که هر کدوم به هر کدوم بدی کردن، ثانیاً الانه که به وضع بدی افتادن، هر کسی که یه ذره قوی تره فکر میکنه خب حالا برش کن بذار بره اون بیفته من بمونم. مگر تلویزیون ها با چی شروع شد؟ چند تا تلویزیون ما داشتیم؟ چطور شد الان 30-40 تا داریم؟ برای من دنیا رو شما نمیتونید جلوشو بگیرید مردمو که تلویزیون نداشته باشن. رقابت درسته، برنامه سازی درسته، اونم پول میخواد. حالا راهش چی هست؟ بعضیا فکر میکنن که آقا خب اگه نشد برم سراغ یک دولتی، جمهوری اسلامی، شاید پول خوب بده منم شروع کنم بگم آقا اونا که من که نمیگم زنده باد به جمهوری اسلامی، ولی کاری خواهم کرد که تلویزیون دیگر نگاه نکنن. امتحانا هم دادن، تلویزیون های دیگه اومدن، دیدید آخرش چی شد، به کجا هم رسید. بنابراین اجازه بدید که امروز صحبت کنیم راجع به اتفاقاتی که میفته در این هفته. من سعی خواهم کرد که با آقای زاکری صحبت کنم، برای اینکه خب ایمیل های مامورای اطلاعاتی ایران و آمریکا و هر جای دیگه من سعی میکنم بخونم ببینم چه خبرهای درست است و نیست. و اگر بتونید الان تصویر رو ببینید، تو حتی مسئله هست که در اینجا روی فیسبوکشون من دارم میبینم که مقاله تحقیقاتی و افشاگرانه نوشتن و میخواستم باشون صحبت کنم ببینیم تا چه حد هست. البته عکسایی که در اینجاست بعضی هاشون ما میشناسیم و میدونیم، در اینجا فرمانده نیروی قدس آقای قاسم سلیمانی که بارها تو خبرها بوده میدونیم کی هست، آقای تریتا پارسی رو که بگفتن ایشون از نیروهای قدس دارن حمایت میکنن، یعنی تروریستایی که در نیروی قدس، که میدونید شما الان در تمام دنیا به عنوان یک گروه تروریستی، یک ارتش تروریستی. و باز هم یه نفر دیگه که برای قدس داره کار، نیروی قدس کار میکنه، آقای صمدی نمین رو اسم آوردن. در هر حال سعی خواهیم کرد که با ایشون توی فردا یا پس فردا صحبتی بکنیم و ببینیم که مسائلی که ایشون میگن چطوری هست و افشاگری‌هاشون بر چه مبنای هست. و اگر کسی در اینجا تا حتی میخواد رد کنیم مسئله، خودش تشریف بیاره، آقای تریتا پارسی که نماینده ایرانی ها هستش در بیاد ببینیم که آقای تریتا پارسی چطور نماینده قدس یا ایرانی ها. اگر نماینده قدس باید آمریکا یاد بگیره و بهش بگه این نماینده قدس، اگه میخواد بشم حال بده جلو مردم آمریکا، حال بده به قدس، این روی قدس بعد این ور نیاد در این دولت برای خودش
از اونور صحبت از تروریستی و فلانی حرفا بکنه، ولی بعد خودش در اینجا نماینده های ایران با کمک جمهوری اسلامی کسی رو میذاره که مردم ایران که در آمریکای ایرانیایی که در اینجا هستن راجع به شک دارن. بازم اون من میگم مقصر باز ما این آقا مگر ایشون اصلا چند نفر اینجا گفته من نماینده چند نفرم؟ فرض کنین اصلا همه اینها در اورنج کانتی افرادی هستن که سرمایه دار و مال جمهوری هستن، اصلا فرض کنین اینا در ظاهرشون نیست ولی در قالب اسلام و مسجد رفتن اینا با هم دیگه صحبت میکنن، کار میکنن، چه کار کنن پدر همه ماها رو در بیارن، چه کار کنن جمهوری اسلامی هم با آمریکا صلح کنه، آمریکا هم باز هم به خاطر نفتش و به خاطر وضع اقتصادیش 10 سال دیگه 5 سال دیگه مردم ایران رو بذاره به بدبختی و بیچاری بشه. خب ممکنه به من بگید در این وسط آیا مدیاها باید عاقلانه صحبت کنن و بررسی کنن؟ آیا اگر مطلبی هست نباید باش شقیق کرد؟ بقیه من باید باشه. و من آقای چیراپارسی رو در بین عکسایی که یه زمانی در زمان سابق آقای چیراپارسی اصلا توی اون زمانا زمان چه بود 2003 و 4 بود آقای بوش و اینا بودن، مثلا من و آقای شجری که با هم دیگه می‌رفتیم سنا یا این جایی بود یا جاهای مختلف بود، آقای چیراپارسی رو من اصلا نمی‌شناختم. چند وقت پیش توی عکس‌ها و اینایی که داشتیم نگاه می‌کردیم آقای یه پسر اونجاست، ما داریم با سناتور صحبت می‌کنیم، یارو اونجا ایستاده همینطوری دستوری که با اینا یه کسی صحبت کرد. بالاخره پشت کارش داشت و پولش هم داشتن و گروهی هم جمع کردن و اونایی که می‌رفتن ایران سرمایه گذاری می‌کردن و صدای بانکی رو آقای فریدون خان همش پوله، همش واقعیت وطن رو به خاطر پول می‌فروشن، دین رو به خاطر پول می‌فروشن، به هر کاری. نه اصلا درسته، برای اینکه شما اگه در آمریکا با درود خدمت بینندگان عزیز آسیا بخواید یه کاری بکنید، یه مشهوره که میگن لابیستا، این بدون پول اصلا امکان نداره. و خب پشت سر تریتا پارسی و همکارانش خب به هر حال یه دولتی مثل جمهوری اسلامیه و بعد اون آقای اوژنگ امیر احمدی خودشون که با شرکت‌های نفتی کار می‌کردن، من یادمه چندین سال پیش که شما اشاره کردید در تگزاس یک جلسه بوده، حتی گرداننده برنامه به زبان انگلیسی بوده، از او سوال می‌کنه که آیا شما از منافع جمهوری اسلامی دفاع می‌کنید، میگه یس. بین روشنی. خب متاسفانه جامعه ما الان شما اشاره میکنید به تلویزیون ها، خیلی عذر میخوام تلویزیون ها، البته نه همشون، بعضیاشون نشستن ببینن که در درون این ملا چیکار میکنن، اون وقت اینا بیان بر اساس حرکت اونها استراتژی که اونها انتخاب میکنن یکی دو تا مفسر بیارن اونها بیان کارا اونها رو تفسیر کنن. در طول همه این سال ها همین وضعیت بوده، ما نداشتیم کسانی که شما اشاره میکنین یه برنامه ارائه بده، حتی گروه های سیاسی مونم فاقد این قدرت بودن که از خودشون یک تزی ارائه بدن. خب طبیعی است مردم کم کم زده میشن، نومید میشن و بدترین چیز هم برای مردم نومیدیه. شما اشاره میکنین به جوانها، الان نگاه بکنید آقای زیاد رای دور نریم، ما چه کردیم؟ همین اندونزی رو مثال بزنید، شما کی در چه زمانی کجای تاریخ ایران، تاریخ معاصر ما تون 100 سال از این که 5000 ایرانی برن در اندونزی در یک اقامتگاه موقت پناهندگان اینا رو اسکان بدهن و بعد عرض کنم خدمتتون که خودشون اینجور که عنوان میکنن، خب 47 ایرانی رو اینا محکوم به اعدام کردن، گفتن که اینا دستشون تو کار مواد مخدر بوده، قاچاق میکردن و 400 تن از ایرانیان در زندان اندونزی به سر میبرن. خب اگر این مملکت به قول آقایون، به قول طرفدارانشون یا آقای تریتا پارسی که میره با سناتورها دیدار میکنه، این چگونه ایرانی است که نگاه نمیکنه که آخه 5000 هموطنش در سرزمین مثل اندونزی گرفتار و اسیرن. ما متاسفانه شما درست میگید، ما یه جایی آقای زیا نتوانستیم اون دایره رو مرکزش رو درست ببینیم، تشخیص بدیم. الان شما راجع به سپاه قدس میگید، خب سپاه قدس رو میدونید که امریکایی‌ها محکوم کرده بودن، جزو گروه های تروریستی قلمداد کرده بودن. این فرمانده سپاه قدس در عراق بسیار فعال بوده در همون زمان و حتی یادم یک وقت به فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا همین آقای قاسم سلیمانی گفته بود که در عراق حرف اول من میزنم. اینا واقعیت، اینا تو خبرها بوده. متاسفانه عرض کردم که این مسائل دنبال نمیشه. تلویزیون یک رسالتی داره، هر رسانه‌ای،
متعاقی ما باید نگاه بکنیم که مخاطبین ما کیا هستن و شرایط مملکت ما چگونه است. ببینید اگر ما یه دولت برگزیده مردم داشتیم، یک نظامی داشتیم که مردم انتخابشون کرده بودن، یک نظامی که به قوانین مدنی معتقد بود، با جهان خودش همپا میکرد، بله نقش تلویزیون ها در خارج از کشور مثل اکثر اقلیت هایی که اینجا خب تلویزیون دارن، شما ژاپنی ها دارن، کره ها دارن، نمیدونم هر اقلیتی داره، منتها چون اونجا یک دولت قانونمند وجود داره، اینا سعی میکنن که به عنوان یک میدیا، یک تلویزیون، واقعا اون رسالت خودشون رو در راستای سیاست های همون دولت اجرا کنن. آیا واقعا ما در ایران یک دولتی داریم که براش منافع ملی در اولویت باشه؟ که طبیعی است نه. آیا این مردم شریف ایران همشون به این نظام جمهوری اسلامی دلبستگی دارن، علاقه دارن؟ طبیعی است که نه. اگر می داشتن که الان 35 سال این همه بگیر و ببند نبود، این همه دادگاه های انقلاب تشکیل نمی شد و این همه زندانی نداشتیم. شما نگاه بکنید همین بغل گوش هموطنان ما الان همه در دنیا در اندیشینن که چطور مراسم تحلیف ریاست جمهوری اصلا روحانی برگزار می شود. اما در چنین شرایطی کارگران هفتفه نیشکر بار دیگر اعتصاب کردن، تقاضا کردن همکارانشون، کارگرانی که اینا الان چندین ماه زندانی کردن، اینا را آزاد کنن. وضع بد معیشتی دارن کارگرها، به هر گوشه ای که شما نگاه بکنید در درون گرفتاری است. منتها آقایون حجاج اسلام یک جوری مسائل عنوان میکنن که گویی مردم ایران همشون نشستن منتظرن که احمدی نژاد بسادش جمع کنه بره و آقای حسن روحانی بیاد همه به پاش گل بریزن. نه، اینا نیست. اینا رو عوامل جمهوری اسلامی، شما الان اشاره کردید با آقای تریتا پارسی امسال و اینا، سالیان سال دارن کار میکنن، با این سناتور دیدار میکنن و دائما هم هدفشون اینه که شما باید با نظام جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشید. این نظام پایگاه مردمی داره. من نمیدونم بعضی از سناتورهای ایالات متحده آمریکا چگونه نگاه نمیکنن به سال 88 که چطور 3 میلیون ایرانی اومدن بر علیه همین نظام عرض کنم که اظهار نظر کردن، شعار دادن، حتی گفتن که ما حکومت ایرانی میخواییم، جمهوری ایرانی میخواییم، ایران اینجا نه لبنان نه غزه است. خب اینا رو دیگه تلویزیون های آمریکایی CNN اینا فاکس نیوز پخش کردن. چگونه میشه یک سناتور آگاه ایالات متحده آمریکا این مسائل ندونه؟ پس یک جنبه دیگری داره که بعضی ها به طور دیگری آقای زیا به قضایا نگاه میکنن که شما الان اشاره کردید. ایرانیان نتوانستن در خارج از کشور یک گروهی متشکل داشته باشن با یک گروهی لابیست که از منافع ملی ایران، از هویت ایرانی دفاع بکنه، بتونه با سیاستگزاران خارجی به خصوص در ایالات متحده آمریکا دیدار داشته باشه. چون جامعه حمایت نمیکنه، شما به تنهایی اون سرمایه را نداره، ایکس نداره. مال جمهوری اسلامی، یک دولت جمهوری اسلامی پشتینی پول به اینا میده و شرکت های نفتی هم بدون رو درواسی بگیم از حرفای من و شما خوششون نمیاد، شرکت های نفتی در ایالات متحده آمریکا به دنبال منافع اقتصادی خودشون هستن، دنبال آدمایی میرن که سرنخی با ملا و آخوندها داشته باشه تا بتونه یک راهی ایجاد کنه اینا با جمهوری اسلامی معامله کنن. این یک واقعیت خیلی به قول مشهور ساده و راست و حسینی اینا رو باید گفت دیگه. عرض کنم که اجازه بدید برای تنفس کوتاه و من دلم میخواد که اگر فرصتی کردید راجع به مسائل اجتماعی که جایی که زندگی میکنید برای ما اطلاعات بدید. ما دوست داریم که NITV اگر بودجه داشت، حتما اگر NITV بودجه داشت در تمام جاها برای خودش خبرنگار محلی درست میکرد و در اونجا خبرها رو میگرفت. حتی تو ایران هم میشه خبر گرفت. افراد جوانایی هستن که با منم صحبت میکنن هر روز و ترس هم از هیچ چی ندارن دیگه، ولی ما هم نمیخوایم کسی رو به خطر بندازیم، ولی متاسفانه نیست و مجبور میشیم که گاهی وقتا کارهایی که دوست داریم انجام بدیم نتونیم انجام بدیم. اما آخرین خبرهایی که وجود داره بهتون بگم، آنچه که منو در تعجب وامی داره و آنچه که من رو گاهی وقتا عصبانی میکنه، بازی‌های کشورهای مختلفی است که سر ملت ایران دارن در میاد، از آمریکا گرفته تا انگلستان که خودش همیشه هر اتفاقی میفته بین ما ایرانیان در دنیا هر خرابکاری میشه میگیم که کار انگلستان بود.
خب حتما سابقش برای ما خرابه، نمیدونم. ولی اون چی که مهم هست یه مسئله، ببینید از کیا شروع کردن. از روز اول انقلاب شروع کردن دو گروه رو، یکی که گروهی که در حکومت بود بیگناه و باگناه، اونهایی که ممکن بود اگه یک روزی حرف بزنن مردم و در حال اونهایی که باور بهشون داشتن تکانی بخورن، همه اونها رو روزهای اول کشتن. شاهدای زیادی هم داریم که الان خودشون صاحب تلویزیون در اونجا فیلم برداری عکس برداری هم میکردن. خبرنگارهای سابق اون داشته مثل آقای علیرضا نوریزاده که خودتون عکساش هم دیدید در اون محل بوده و صحبت ها که کمترین صحبتی هم راجع به اون زیاد کرده به عقیده من، راجع به همیشه خیلی وارد بوده، ولی در اون روزها رو هیچ کس نتونه از ایشون بپرسه که آقا در کجا بوده چطور نبوده. امیدوارم یه روز ایشون قبل از اینکه دیر بشه یا اگه مونده که جمهوری اسلامی که داره میگه اینو بگه که دیگه اون یه فایده نداره آقای از حالا بگه. ولی اولین حمله که کردن همونطور که عرض کردم به دو گروه بیشتر از همه بود، مجاهدین و پادشاهی ها. و بعد رفتن با کمک افرادی که من سوالم اینه و هیچ وقت هیچ کس جواب نمیده، یعنی بارها شما نمیدید از این تلویزیون، فکر نکنید که تلویزیون ما رو هیچ کس نمیبینه، نه تو آمریکا هم جایی هستش که نگاه میکنه همه تلویزیون ها میبینن که چی میگه، چه کار میکنه، نظرات چیه. بعضی وقتا هم تو حتی خبرایی که اینجا هست نگاه میکنن که بعد اگر در ایران تایید شد خودشون به اسم خودشون بذارن، ما رو گذاشتن کنار، کاری نداره. ولی در همین تلویزیون های آمریکایی تا حالا شما یک دفعه دیدید که اینا بیان و بررسی کنن که چرا اصلا ایران اینطور شد و چرا منطقه به این صورت در اومد، دنبال چی هست نقشه دنیا که به کجا برسه، کشورها چطوری خواهد شد، اداره خواهد شد. مجاهدین هم برای این کشتن که تنها گروه مسلحی بودن قوی ترین و به عنوان یک سرباز و اردوگاه و گروه های سیاسی و همه چی داشتن. و از اونجا یه چیزی بود که همه ماها هم گیج شده بودیم که آقا اگر اسلامیه پس چرا گرایش چپ کمونیستی داره، کمونیستی که یعنی خدا دیگه زیاد مطرح نیست که، ولی چطوری تو اسلامیه بعد اونطوریه. بعد الان که تغییراتی رو من در اروپا و آمریکا راجع به هموطنان مجاهدم میبینم، گاهی وقتا نسل جوونی رو میبینم توشون، دختر و پسر، نه لچک سرشون نفرن، حالا آقای خانم رهبرشون که رئیس جمهور منتخبشون هست، حالا شما بگید آقا مثل این که فردا من شروع کنم و مثلا بگم فریدون رئیس منتخب اونجا، فریدون رئیس بنده منتخب بسیار آدم با سوادش وطن پرست فلان مرموز و یه درم جمع کنیم یه پولی هم جمع کنیم آقا فریدون. فریدون آقا شما هنوز تو ایران انتخاباتی وجود نداره و شماها از حالا برای خودتون رئیس جمهور انتخاب کنید، جمهوری آینده هم باید مثل شما باشه. بنابراین با مجاهدین و کشتن اونا یه مقداری داشتن کوتاه میومدن، چون بعضی از اونایی که باشون بودن هم آروم بودن، مثل کیا؟ ناسیونالیستا، پان ایرانیستا، پان ایرانیست. فریدون پان ایرانیست یعنی تو تندروی وطن پرست آتا میتونی گاهی وقت لقب بگیری در کشورهایی. بعد شما گرفتید تمام اهواز رو، تمام خوزستان رو، پان ایرانیستایی تو خوزستان رو زندان کردن، محکوم به اعدام کردن، زج دادنشون، شکنجه دادنشون. بعد هرچی آدمه آدم کش بی رحم قاتل ضد خدا و ضد دین هست در رأس اسلام میارن میذارن در اونجا و مردم رو به هر دلیلی میکشن که آقا ساکت. من سوال دارم از آقای خامنه‌ای و تمام دار دستش، آیا مردم ایران شما دارید وادارشون میکنید به جایی برسن آقای خامنه‌ای که ناچارن همه آرزو کنند کشورهای دیگه به ایران حمله کنه و از شر شما راحت شه؟ آخه ببینید نگاه کنید، من به صورت ساده صحبت میکنم، پول ملت و نفتشونی که گرفتید و خوردید و بعدش هم نصفش رو دادید به تروریست‌های دیگه که به خاطر دینتون کاری کنن و اونا میبینید وضعشون چطوری. ملت ایران رو در دنیا کاری کردید که بعد از هزاران سال هیچ وقت این آوارگی در ملت ایران نبود. فرهنگ و نسل ایران رو اومدی چنان حمله بهش کرده که الان میبینید دارن باش مقاومت میکنن و واقعا زن ها هرچی که پدر مار ما ایرانه در میارید I love you، ولی شما شیر زنید و واقعا شما بیشتر از همه ما مرد ها مقاومت کردید در مقابل این جمهوری اسلامی. و واقعا بهتون بگم دیگه چه چیزی میخواد بمونه؟
و چطوری؟ من اینو نمیتونم بفهمم. تو همین لس آنجلسمون، تو همین آمریکامون، تو اروپامون، حالا ما بذار راجع به اینجا صحبت کنیم که خیلی دسترسی داریم. فریدون ببین، هر گروهی برای خودش تو اسم پول میاد، نان پروفیت اورگانایزیشن، حقوق بشری، حزب فلان، جمهوری اسلامی داره اینجا گروهایی که طرفدار جمهوری اسلامی دارن حقوق بشری درست کردن، پول دارن میگیرن. بله، کاملا درست. و بعد انتخاب اطلاعات میگیرن، لو میدن به جمهوری اسلامی، یارو تو ترکیه میگیرن اذیت میکنن، تو اندونزی میگیرن اذیتش میکنن، تو مالزی میگیرن اذیتش میکنن. همه اینها برای اینکه پراکنده است. طرفداران پادشاهی چند تا حزب است؟ اصلا شما یه حزب دارید که بتونید 10,000 تا آدم رو بیارید تو خیابون بیرون، 10,000 تا در مقابل 80 میلیون یا 6 میلیونی که بیرون، برای که هر کدوم تو رفتی برای خودت 4 نفر جمع کردی یه شاخه زدی، شاخه فلان، شاخه بهمان. آیا فکر نمی‌کنید که این خودخواهیه؟ یعنی شما ترجیح میدید هر کدومتون به تکی یه حزب دو نفره داشته باشین، هیچ قدرتی هم نشوش، فقط اسمشو بذارین، هی پرچم ببرین اونجا، هی زنده باد فلان کنین، مرگ بر فلان کنین، که چی؟ 33 ساله. آیا تا حالا تونستید یه حرکتی بکنید؟ نه اینکه بیا جلوی فدرال بیلدینگ پرچم ببرید یواش یواش از 12,000 نفر به 8,000 نفر، 6,000 نفر، 4,000 و 200 نفر بشید. آخه حزب 200 نفر، آقا به خدا قسم هر تلویزیون آشغالی که الان در اینجا هست، آشغال اگه بخواد 200-300 آدم اینطوری جمع میکنه. آقا یعنی چی؟ چرا جمع؟ چه موضوعتون چیه؟ اختلافاتون چیه؟ همه تو میگه طرفدار پادشاهم، یکی میگه طرفدار جمهوریم، ولی هیچ کدومشون کنار هم نمیستن. بعد هم میگن این مأمور دو، این یارو که چون برنامه‌اش خوب شده پول خوب میسازه، حالا مأمور دولت از جمهوری اسلامی میگیره، از آمریکا میگیره، از آقا دارن میگیرن. خیلی خوب، بعضی ها از عربستان سعودی میگیرن، خیلی خوب، بعضی ها از آمریکا میگیرن، خیلی خوب، چیکار کنن؟ چیکار کنن؟ ولی شما نگاه کنید، آیا شما مردم، آیا شما فکر نمی کنید که واقعا بچه هاتون دارن فدا میشن؟ بچه ها، من یه نسلی هم که تازه، من روک بهتون میگم، مثل پدرانم، مثل مادران، مثل فلان ایرانی، اکثرا من اونطوری هم نبودم که دوجم باشم برای فلانی هم، ولی آدمی مثل منم بدبختی تو خانوادش پیدا شده به خاطر که تو مملکت هم نیستم. بچه های من یه خاله و عمه درست حسابی بالا سرشون نبوده در این محیط بدبختی، یا مادرش خالش باش هوا بوده، یا پدره عمش باش هوا بوده، یا همه اونطوری بودیم. ما تا حتی جمع نمیشیم در یک جایی که با همدیگر بدون اینکه فکر کنیم چه دینی داریم، چه عقاید سیاسی داریم، بگیم آقا چه کار کنیم که هممون تو چی ایران مردم با هر دین و عقاید سیاسی بتونن راحت زندگی کنن و ایرانمون آباد کنن. در حال فیجو بذار بریم مراسم یاد بوده پادشاه امروز پخش خواهیم کرد البته، ولی الان یه تیکه از اون رو براتون میگذاریم که منم وظیفه‌ام بود، با این کارم خوب نبود، رفتم و دیدم و بعضی صحبت‌ها بسیار جالب بود و افرادی بودن، مخصوصا خودتون میدونید بارها من گفتم من علاقه زیادی به مخصوصا در اون زمانی که در ایران بودم به تو نیروهای ارتشی ایران داشتم، پادشاه ایران داشتم، یکیش نیروی هوایی بود و یکی دیگه‌ش هم نیروی دریایی که دوستان خیلی خوبی داشتم در اونجا و فرماندار پایگاه ها و فلان اینا. ولی بهتون میگم در راجبه، واقعا بهتون میگم، خیلی از نویسندگان ما، تاریخ نویسان ما راجبه ایران ما واقعا بد کردن، انصاف نداشتن که ایران از کجا به کجا رسید، انصاف نداشتن که ایران چی بود و وضعش چی بود و چطوری به اینجا رسید. و متاسفانه همه ما هم داریم فراموش میکنیم که با واقعیت‌ها قرار روبرو بشیم و ببینیم دلیل اینی که مردم ایران اصلا، فرض کنید، من اصلا بدتر میگم، فکر من میرسم میگم به هر چیزی که بتونی آدم فکر کنه، من میگم آقا فرض کنید دنیا تصمیم گرفته بود بجز خانم ملکه انگلستان هیچ پادشاهی دیگه در دنیا نباشه. بله. و برای همین هم اصلا شما میبینید اگر تو خود انگلستان گاهی وقتا راجع به پول صحبت کنه کسی محلش نمیذاره، کاخاش، ثروتش، فلان، فقط میگردن دنبال دنیا، دنبال جای دیگه.
حالا اگر یک کسی جرأت کرد بره بگه این ملکه ای که در انگلستان نشسته جدش به کجا میرسه، میبینیم حالا خود انگلستان هم نیست، یا فرانسه است یا کشور دیگه است یا به امان دیگه است، اومده در اونجا شده پادشاه. ما اصلا کاری نداریم نوع حکومت چی، ولی واقعا این خانواده با هر کی میخوای مقایسش کنیم، من اصلا دفاع نمیکنم که نقص نبود، کجا نقص نیست آقا، مگر همین کشوری که ما درش زندگی میکنیم، همین آقای اوبامایی که محبوب بود در آلمان وقتی میرفت میلیون ها هزار صد ها هزار نفر میامدن تو خیابون، آخرین بار چی شد؟ آقای اوباما که با اون قدرت و محبوبیت اومد دوره دوم گرفت، الانه نگاه کنید، برید حرفا و ویدیوها و رقصیدناش و فلانش اینا رو نگاه کنید، حالا ببینید چطور صحبت میکنه، برای اینکه میدونه هر چی هم کلک بزنه بالاخره مردم آمریکا و مدیا آمریکا یه دفعه جمع میشن و بهش میگن آقا این حرفایی که زدی ما رو بدبخت کرد، برو کنار، یه کسی که میاد. ولی چطور شده محمد رضا شاه رو اصلا رضا شاه صحبت نکنه؟ فکر میکنم اگه کسی راجع به رضا شاه بخواد یه حرفی بزنه، ببین اینقدر بی منطق فریدون، ببین گاهی وقتا مثلا مثل این که الان من بیام بگم این مثلا ببخشید به چی بگم که ناراحت نشم، من به چی بگم آخه، به هر چی بگم میشه، این عقب افتاده های مثلا مسلمانی که در عربستان و سعودی بودن در زمان مثلا محمد یا حضرت محمد و حضرت علی، اول آقا اصلا هیچ چی به جز شطور نمیرفتن هواپیما سوار شد، آخه پیش خود فکر میکنم آقا زمان هواپیما بود که این سوار شد، در زمانی که رضا شاه اومد ایران چی بود؟ ایران چی داشت؟ شما آبتون از کجا میخورید؟ شما تعداد مریضیاتون چی بود؟ قیافه زنا و مردا رو دیده بودی؟ لباس پوشیدناشون رو دیده بودی؟ بله آخوندا باید بیان اینو بگن. چرا؟ چون آخوندا میخواستن اینطوری که الان میخواد باشه. نگاه کنید، نگاه کن چه بلای سر ایران آوردن. کشوری که اصلا همه چیزش رو انگلستان میبرد و مال سالهای آیندهش هم بدهکاری درست که برای ایران که هر چی هم اونجا نفت اصل داره بخونه، این کشور رسید به جایی که در دنیا قیمت نفت رو با همسایه‌هاش تعیین می‌کرد، همه افتادن به جونش آقا نفتا گرون فلان، بازی‌ها بود، اگر نه کیا قبول می‌کردن نفت بخرن؟ شرکت‌های نفتی. الان شرکت‌های نفتی کمتر از زمان شاه سود می‌برن، 10 برابر اون زمان سود می‌برن. الان سر یه نفر میو که میتونست بود لیدر منطقه بود، ایران لیدر منطقه بود و همسایه‌هاش هم گوش میکردن، همین عربستان سعودی اینا اگر تا دلشون هم خوش دلخوشی از محمد رضا شاه داشتن، ولی نگاه میکنن میگن هر کاری هم که میکنن به نفع اونا هم هست، اونا هم دارن پولدارتر میشن، اونا هم دارن بهتر میشه وضعشون. ولی چی شد؟ من به تو میگم باز هم همون بدبختی و اشتباهاتی که تا حتی محمد رضا شاه راجع به همین آخوندها کرد موجب شد خودش نابود بشه. در کشور ما به جای اینکه فقط در قرآن و شریعت امر بر این که اکثریت مسلمان هستن و بعد تمام اوهام، تمام مزخرفاتی که اینها راجع به پیامبران و امامان میگفتن، الان به جای رسیده من به عنوان کسی که مادرم مسلمان بود و خودم هم همیشه میگم من همه چی هستم، به دلیل که آقا باور ندارم دین بتونه منو نسبت به دین دیگه متنفر کنه، انسان دیگه رو من نمیتونم بکشم بخاطر که دینش با من مخالفه، بنابراین میگم من همه دینا رو قبول دارم ولی هیچ کدومشون نیستم. آقا نگاه کنید چه بلایی سر ما آوردن، نگاه کنید اسلام الان در ایران چطوریه که آمریکا و این همه الان تو آمریکا یه عده پول گرفتن از پارلمان از جای دیگه از ایران و از لابیستاش دارن میرن بریم با ایران صحبت کنیم. آقا 34 سال صحبت کردین مردم ایران دارن نابود میشن، آقا دنبال چی هستید آقای آمریکا؟ میخوای مردم آمریکا، مردم ایران هم مثل مردم کشورهای عربی بیان مرگ بر آمریکای واقعی و بیشان خودشون منفجر کنن شما رو بکشن؟ مردم ایران این کاره نیستن، چرا حمایتشون نمیکنید؟ هیچ کس، نه روزنامه، هیچ کدوم از تلویزیونهای قول آمریکا دیگه راجع به زمان شاه صحبت نمیکنه. چرا؟ برای چی؟ شما دو سال قبل از که انقلاب بشه شما و انگلستان روزنامه و تلویزیوناتون تمام بغل پادشاهی داشتید کار میکردید دیگه، مصاحبه هر کس هر ننه قمری میومد اونجا برای خودش مؤاخذه میکرد، چرا پول اونا نمیدید؟ چرا اسلحه ماری میخرید نفتش رو نصف قیمت نمیدید؟ هنوز هم تو همین کشور به این قدرت و آزادی مدیا
هیچ کس نیومده بگه آقا چرا حکومت جمهوری اسلامی را آمریکا خفه شد موافقت کرد که ببندنش، چرا فرانسه اومد خمینی رو در اونجا آورد بالو پرش داد، فیگارو، تایمز، اینا همه اومدن و یک آدمی رو آوردن. آقا خود شما چرا یک بار جرأت ندارید بگید آقا نقشه این بود که این کثافت هایی که در اینجا به عنوان دین بازی دارن بیان بالا، قیمتش مردم آمریکا نپردازن؟ حالا دارن میپردازن، مردم آمریکا هم دارن میپردازن، ولی خود کشورهایی که در اونجا هستن نابودیشون برسه، باز ما از اول شروع میکنیم برای ساختنش از فرام میکنیم. آقا این درسته؟ این انصافه؟ با یه ملتی که با شما دوست بوده این رفتار میکنیم؟ آوردید یه حکومتی را آوردید که هرچی تروریست آدم کش بوده از ایران شروع کرده، سینماهاش آد، آقا کو اینا، آقایون هیتلر هم این کارو نمیتونست بکنه که شما توی کشور آزادی که هنوز حکومت همش دستون نیست برید مردم تو سینما بگید. ببین آقای شما لسکالی بگی آقای چی زنان چی گفتن، آقای خامنه‌ای الان چی دستور فرمودن؟ آقای خامنه‌ای اخیرا خب خیلی مسائل عنوان کرده راجع به هموطنان عزیز بهایی ما به طور کلی گفته اصلا نباید با اینا صحبت کنید، ببینید سر خدا در یک مملکت این لیدر آقا ولی فقیه. بعد عرض کنم که آقای ضیا بار دیگر اشاره کرده که موسیقی اصلا حرامه، علنا اینو گفته، به سایت ها برن هموطنان ما بخونن. یعنی میخوام بگم این همه مشکلات مردم دارن پرداخته به رقص زنان، رقص مردان، آستین کوتاه، آخه اینا گرفتاری یک ملته. پس این آقایونی که حالا قالیباف ما بیاف اینا که مجیز میگفتن ایشون اهل موسیقی و شعر و اینا، خب اینا رو خود همکاران ما ژورنالیست های ما میگفتن که بله ایشون یک زمانی در شبهای شعر که اخوان سالس بود شرکت میکرد و ستار خوب مینواخت و یه دونک صدایی هم داشت و آواز بود، ولی الان شما ملاحظه میکنید تو این شرایطی حرفا رو میزنه. شما آقای زیاد اشاره کردید به همین جریانی که آمریکایی‌ها سکوت کردن، شما سینما رکس آبادان یک واقعا اولین فاجعه بشری بود، یعنی اولین عملیات تروریستی بود که خود جمهوری اسلامی این کاری کرد، خود آخونده هنوز هم به قدرت نرسیده بودن، یک رسانه در ایالات متحده آمریکا در کشورهای اروپایی این اصلا بازتابش ندادن، تمام نگاه ها معطوف شد، بعد ساواک شاه اومده این سینما را آتش زده، حتی یکی رو صدام حسین در عراق دستگیر کرد. ولی من بازم اینم بگم چرا دولت وقت اون موقع، چرا عرض کنم که وزارت اطلاعات زمان شاه اینا رو رو نکرد، نمیدونم شاید مصلحت ایجاب میکرد، شاید فکر میکرد مردم هیجان زده، مردم یه دوچار احساسات شدن باور نکنن، ولی 400 انسان رو زن خانه با بچه دو ساله چه گناهی کرده بود؟ حجت الاسلام ها فرمانده عملیات هم علی خامنه ای بوده و گفته بود که بعدا اومد اون آقای بروجردی افشاگری که گفت بله ما در ارتباط بودیم، آقای خامنه‌ای گفت مواد به دفعان آنجا تحویل بگیرید، همه اینا موجود اسنادش. خود شیخ علی تهرانی وقتی حاکم شهر بود رفت اونجا، وقتی دریافت که این کار به دست خود ملاها به فرماندهی خود از خامنه‌ای انجام پذیرفته، عمامش زد زمین، به خاطر همینه که بس ببخشین مورد غضب قرار گرفت، مدت ها در عراق بود، بعد با بخاطر اینکه داماد خواهر خامنه ای همسرش دیگه شیخ علی تهرانی، خب این آقای شیخ علی تهرانی پسرش هم من سه بار باش مصاحبه کردم، دکتر تهرانی مقیم پاریسه، خب بیاد واقعیت رو که چندین بار هم البته مصاحبه کرده واقعیت ها رو گفته. میخوام بگم آقای ضیا اینا نمونهاش موجوده، دیشب من یه خبر میخوندم نوه خمینی گفته مادر من خیلی جالبه از شازده های قاجار بوده، خب مادر ایشون وقتی خودش میگه مادر بزرگم منتسب به اونها بوده، بعد میگه پدر خمینی هم خیلی ثروتمند بوده، خب اگه اینا واقعا خودشون الان میگن وابسته به قاجار بودن، شما باید اولین دلیل رو بدانید که چرا اینا با رضا شاه دشمن بودن و چرا علی رسول با پهلوی ها سر ستیز داشتن، برای اینکه خب قاجارا دیگه قاجارا بودن، خب دیگه این میخوام یعنی بگم این پازل ها رو کنار هم قرار بدین خیلی مسائل روشن میشه. آقای ضیا درست میگید، در زمان شاه هر اتفاقی رو به گردن شاه میداختن، آقا اوپک رو شاه هدایت میکرد، بله درست یک زمانی میگفتن عقاب اوپک برای کشورهای نفخیز بالاخره اومدن، ولی باز هم اینجا به پادشاه ایران در یک مورد سعودی ها واقعا بد کردن، برای اینکه قرار بر این بود که بشکه یک دلار قیمت نفت بره بالا، خیلی هم مذاکره با آمریکایی‌ها شد، آمریکایی گزارشگراش اومدن گفتن شما فکر نمی‌کنید، خیلی مسائل خیلی طولانیه، من الوز
عربستان سعودی که پذیرفته بود زکی یمانی موقع وزیر نفت عربستان سعودی بود پذیرفته بودن که اینو رعایت کنن زدن زیرش خب اون که برای اینکه اینجا گفتم بشه آره دیگه بعد میخوام یعنی اینو بگم محمد رضا شاه حالا یه عده ببخشید توده یا دائما میشینن این برابر بعد و بیراه میگن ولی الان دشمناش هم میدونن که یک میهن پرست بوده واقعا عاشق این بوده که ایران پیشرفت بکنه و خب راست میگید مذهبی هم بوده باورمند هم بوده اما آقای زیا میدونی تصور میکرد یک بار ازش سوال کردن گفت این همه ما مدارس عالی داشتیم دانشگاه داشتیم این همه دانشجوهای ما در خارج تحصیل میکردن گفت من استنباطم این بود که خود بچه‌ها وقتی کسب دانش میکنن با توجه به دانشی که اندوختن با خرافات خودشون مقابله میکنن ولی از یک طرف خیلی عذر میخوام کاری کردن در مصر شد ما در ایران نکردیم اوقاف بود به ملا پول میداد خودشون وجوهات رو میگرفتن خود خمینی گفت به دولت نمان علم گفت ما از شما چیزی نمیخوام ما خودمون پول بنزه کافی داریم شما نگاه بکنید اگر ارتش مصر الان بهش ببخشید بعضی حمله میکنن اولین کاری که کرد اومد اخوان المسلمین رو اون سرمایه‌داراش سرمایه اینا رو مسدود کرد چون میدونه که پول دست اینا نباشه به گدا گشنه نمیتونن کمک کنن ولی در مملکت ما خب اینی که میگم پادشاه ایران دیکتاتور بوده که حتی یک کسی که چپی هم گفت آقا نگین این حرفو این حرف خیلی مسخره است ممکنه در بعضی جاها خود رأی بوده ولی هرگز لغت دیکتاتوری برازنده محمد رضا شاه نبود یعنی میخوام تایید کنم که راست میگید احساس مذهبی هم داشت اما اندیشش این بود که با دانش میشه با خرافات برخورد کرد مذاکره گفتگو و استدلال او قبول میکرد نمیدونست که بعد از رفتن او این فاجعه رخ میده البته پیش بینی هم کرد گفت من وقتی برم فکر نکنید آزادی به ایران برمیگرده من وحشتم از اینی که ایران تبدیل به ایرانستان بشه و بعدها خیلی نادم و پشیمان بود که چرا واقعا ببخشید خواسته بعضی از نظامیان شریف رو قبول نکرد چون قرار بود آقای اویسی بشه دولت نظامی دیگه خود سفیر انگلیس و آمریکا گفتن نخیر این درست این اویسی رو شما نذارید این آقای اسنان افشار رو عنوان کرد به خدمت شما گفتم بعد خب نشد برای که اویسی قاطع بود اویسی تمام نظامی ها دوست می داشتن دولت نظامی باید واقعا رفتارش شاخص باشه نه مثل دولتی که تشکیل شد اون اسمش الان یادم رو اون آقایی که مثل دولت تشکیل داد من گفت برفتم با دوربین نگاه کردم این یه چیزایی گفت که واقعا شایسته یک دولت نظامی نبود همه اینا رو گفتم آقای زیا برای این که راست میگید ما ضربه خوردیم از بیگانگانی که چشم دیدن پیشرفت ایران نداشتن اینا میخواستن ایران برگرده به عقب که ایران محتاج بشه شما نگاه بکنید در زمان شما یه هنرمندی بودین که همه جا سفر میکردید ما از نظر کشاورزی در وضعیتی بودیم شما به شالیزارای شما نگاه کنیم میومدیم رادیو دریا میدیدیم چقدر زنای شالیکار دارن کار میکنن ما گندممون رو در آذربایجان و شاهد هستیم چایکاری ما لاهیجان شما نگاه بکنید الان چی دارن سوال باید از مردم ایران بشه تخم مرغ ناقابل باید از خارج وارد بشود تمام چای رو باید از خارج وارد کنم برنج که دیگه جای خود داره اصلا برنج داخلی که دیگه وجود نداره تازه برنج هایی که وارد کردن خود حکومتگران میگن که این نمیدونم آرسنیک داره بچه‌ها بخورن این خطرناکه مرگ هم راه میاره اینا فاجعه اینا مسئله اجتماعیه شما اینا رو دارید میبینید وقت اینا رو مقایسه بکنید با زمان محمد رضا شاه ببینید ما کجا بودیم و الان کجا هستیم مقایسه خیلی ساده خیلی راحت دو تا چهار تا بکنه ببخشید عرض کنم که ما در زمانی که من خوزستان بزرگ شدم بله بابا اندیمشک و اهواز کشاورزی همین اسرائیل و اینا اومدن کشاورزی مدرن رو در اونجا درست کردن آبها همین توی تو رودخانه آقا چی بگم آخه اصلا چرا خود مدیای ایران چرا تلویزیون ملی ایران چرا آقای فلان که بله راست خانواده بود چرا راجع به گذشته ایران از کجا به کجا اومده به خاطر خانه پهلوی شما خانواده پهلوی و دولت صحبت نکردید چرا نقصها رو راجع به این چیزها رو نذاشتید بحث کنن که اینطوری زهرش گرفته نشه و دروغ پشت سر اینا نگن چرا به من بگید آقا چرا آقا چه مسئله‌ای وجود داشت شمایی که میذاشتید در خارج از کشور هر کسی به شاه ایران مصاحبه کنه بهش حمله کنه تو مملکت خودش آزادی نمیدادید که آقا مردم بفهمن چه کار کردن
اشکالات هم اگه بود اشکالات رو میگفتی. بله. وقتی شما اشکالات رو بگید نقصا کمتر میشه، زهر حمله ها کمتر میشه. چرا نکردید؟ این سیاست اشتباه چی بود که این ساکت باشی و کثافت کاری ها رو بذارین زیر قالی؟ آقا شما چرا آقای خامنه خمینی رو نیاوردید تمام کتاباش نه که دروغ بگید براش برای مردم بخونید بگید آقا برید نگاه کنید این اینطوری باورشه در قرن 21 مسئله اینجاست. ببین خب این اتفاقات افتاد ولی تنهایی نیست، چون من ببینید نمیخوام بگم ولی نگاه کنید کشورهای دیگر در مطلع کدومشون هستن در موقعیت قدیم ایران هستن هنوز ولی آمریکا باشون کار نداره، پول نفت رو میخواد بگیره، نفت داره میگیره، اسلحه رو میخواد بفره. زمانی که اشتباهاً با قول انگلیسی ها The king was talking so loud، اینقدر بلند داشت صحبت میکرد که ما ناراحت شدیم، شاه اینقدر بلند صحبت میکرد که ما ناراحت شدیم. بله شما عادت کردید که شاه باشه چه رئیس جمهور باشه با جلوتون تعظیم کنه. حالا یک دفعه یه نفر پیدا شد از من ساده تر، از شما هم خیلی ساده تر، فکر نکنید چون شاه بود گول همین ملت رو خورد. یعنی پیش خودش فکر کرد آقا من که همه چی دادم بیم. مردم خودش هم شاه نمیدونست آقا ماها چقدر نمک ناشناسیم. مگه نه بود آقا از کنفدراسیون اصلا به من هنوز دارم دیوونه میشه. آقا تو رو خدا یکی از این کنفدراسیون بیاد منو به بحث بکشه به من بگی یادم بده چطوری شد که کنفدراسیون بعد از سقوط ایران بسته شد، نه روسیه دیگه در کار بود نه انگلستان، و بعد چطور شد تمام کمونیستا و چپا و افکار سوسیالیستی چپی که در کنفدراسیون بودن در آمریکا کارایی دارن، استاد دانشگاه نگاه کن همه اینهایی که الان دارن تو آمریکا کار میکنن همینا جزء کنفدراسیون بودن، اینا هم گذاشتن یه کناری برای خودشون. تازه آقای جناب فرمایش یادتون نره عرض کنم که خب یادمه شما اشاره کردید یه تیراندازی شد به کاخ که گفتن عملیاتی نظر پرویز نیکخواه بوده. بل. یکی از سران کنفدراسیون بوده دیگه آقای نیکخواه. خب نیکخواه به هر حال وقتی صحبت کرد میدونید که نیکخواه خودش خواسته بود که بره با پادشاه ملاقات کنه، جرم بزرگش هم این بود که توده یا همی یارانشون این جرم قرار داد کردن. وقتی صحبت میکنه اظهار میداره که بله من یه ایده‌ای داشتم وقتی آمدم حالا دیدم که همون کارا داره تو مملکت انجام میپذیره. بعد پادشاه ایران گفتش که این چون میخواسته منو بکشه به مملکتش نمیذاد خیانت بکنه. جوونی تحصیل کرده است و گفت آقای نیکخواه بهش شغل دادن. آه. اومد در رادیو تلویزیون بسیارم خوب کار میکرد. وقت اینها آقای نیکخواه رو همین یارانشون رفتن گرفتن آوردن تو زیرزمین تلویزیون زمان قطب‌زاده پرویز نیکخواه رو ناجوان مردانه اعدام کردن. یا کوروش لاشایی رو پادشاه ایران بهش گفته بود بره تو لژیون خدمتگزاران بشر. خب من یه دفعه خدمت شما گفتم هیچ وقت یک روزنامه‌نگار شریف ایرانی نمیاد بگه آقا این لژیون خدمتگزاران بشر طرحش که محمد رضا شاه در سازمان ملل متحد ارائه داد همه بلند شدن به افتخار پادشاه ایران 5 دقیقه کف می‌زدن آخه اینو ما تشریح کنیم. آقا از ماست که بر ماست آقا اینجا درست میگید ما کوتاهی کردیم کمکاری کردیم دیگه. اجازه بدید درستون خدافظی کنیم تا فردا در خدمتتون خواهیم بود. فردا اگر دوست دارید با ما تماس بگیرید خواهش می‌کنم به nitv@gmail.com و nitvusa@gmail.com میتونید برای ما برنامه هاتون اگر بفرستید. یکی از دوستان در استرالیا که برای من نامه و کتابی فرستاده بود و خواسته بود ما تیکه های برنامه‌شو گرفتیم ولی من میخواستم باش صحبت کنم ولی تشریف نداشتم و قطع بود تلفنشون. دوستی در استرالیا که قبلا خانمی باز هم دارم میگم ببینید من اعلام دارم میکنم خانمی که مایل بودن اون چیزها دکمه سردست ها و اینایی که ما گفتیم 4 تا بیشتر نیست یکی از اونها رو ما نتونستیم کسی رو اعلام کنیم پیدا کنیم که بهش بدیم. این خانوم از استرالیا تلفن کنن اسمشون رو بگن ما بعد از اون پروندهشون آدرسشون اینا رو پیدا میکنیم. اون میخواست برای شوهرش که افسر بازنشسته بود اینو بده. خواهش میکنم اینو زنگ بزنید ما براتون اینو بفرستیم. از ازتون خدافظی میکنم نگاهی میکنید. البته گفتم در ساعت 1 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 1 یا 1:30 یک برنامه به صورت کامل پخش میشه. در آخر برنامه از همتون خداحافظی میکنم. مراسم یادبود پادشاهان پهلوی رو که در خانه فرهنگ ایران بود به خانه فرهنگ ایران امیدوارم یواش یواش شماها مرکزی بکنید برای ایرانی‌ها
که آقای مرتضی برجسته هم خواننده محبوبمونم اونم در اونجا صاحب خیلی زحمت کشیده میکشه اونم موقعیتش که دلش میخواد کمک کنه به جامعه ولی باید شما کمک کنید بهش که بمونه در حال از همتون خداحافظی میکنم تا فردا تا فردا ببینیم خبرهای جدید چیست و فردا مهمان خواهیم داشت خدا نگهدار قربون شما خدا نگهدار